میدونم که همه بسیار ارادت داریم به شخصیت و مقام بلند ایشون و امشب فرصتی داریم که در کنار هم بنشینیم و به زندگی که ایشون داشته، زندگی علمی و انسانی ایشون نگاهی داشته. سرداران گرامی، عصرتون و شبتون بخیر. بسیار متشکرم از تشریف فرماییتون به این جلسه که توسط گروه مهندس برگزار شده و توسط گروه همیاران حمایت مالی شده. من افتخار این رو دارم که در بخش‌هایی از برنامه در خدمتتون باشم. دکتر فیروز نادری واقعا متعلق به تمام جامعه ایران بود و در گذشت ناگهانی ایشون همه ما رو متاثر کرد. چهره و ستاره درخشان دکتر نادری متعلق به این گروه هست و در واقع الهام بخش و الهام دهنده بسیاری از ایرانیان، به خصوص اون جوانانی که در ایران هستند. من فکر می‌کنم تمام بزرگترین لگاسی دکتر نادری در الهام بخش بودن ایشون، که بسیاری از جوانها نگاه می‌کنن به ایشون که من می‌خوام شبیه دکتر فیروز نادری بشم. ایشون فکر می‌کنم در سال 2012 یا 13 برای تیرگان به تورنتو اومده بودن و به همت مهندس صاحبی عزیز و مهندسی یک برنامه در دانشگاه تورنتو بود که من افتخار به اصطلاح مدیریت اون جلسه رو داشتم. در حضور خود ایشون بعد از سخنرانیشون گفتم که این ویدیو پخش میشه، در ایران جوانها میبینن و هزاران جوان ایرانی میخوان که میگن من میخوام فیروز نادری بشم. پیام هیئت مدیره و هیئت امنای کانون مهندس، این چرخ فلک خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، ای خاک، اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست. خیام نشانی. دوستان گرامی و ارجمند، جامعه علمی و فناوری این روزها سوگوار از دست دادن یک دانشمند پیشرو و الگوی الهام بخش است. مرگ زود هنگام دکتر فیروز نادری در 9 جون امسال در بیمارستان همه را در بهت و حیرت فرو برد. بدون تردید دکتر نادری یکی از نادرهای دوران ما بود. ابعاد شخصیت علمی و پژوهشی، مدیریتی و نقش وسیع و بی‌بدیل او در اکتشافات فضایی، عشق او به مام میهن و آرزوی سربلندی آن، علاقه او به جوانان ایران نمونه مثال زدنی در میان ایرانیان مهاجر است. مدیریت اجرایی نیرومند دکتر فیروز نادری در توفیق نهایی یه پروژه مریخ و نشاندن سفینه در این سیاره نشان از توانایی بی نظیر او و نامگذاری سیاره که 55-51 توسط سازمان نسا نشان قدردانی و
علاقه سازمان نصار به این دانشمند بزرگ رو می‌بندید. اون برای باور بود ثروت اصلی ایرانیان نفت و گاز و منابع طبیعی نیست، بلکه جوانان با استعداد و نیروی انسانی صاحب تخصص سرمایه اصلی میهن ما هستند. او ایران را سرزمین مادری خود که دارای فرهنگ غنی و مردمی نجیب و شایسته احترام و آمریکا را سرزمین رشد و شکوفایی خود میدانست و به هر دو عشق می‌ورزید و دوستی میان مردم آمریکا و ایران را تنها راه حل اختلافات موجود میان دو کشور میدانست. دکتر نادری روشنفکری انسان دوست، نیک سرشت و علاوه بر اون در کارهای معماری و عکاسی نیز بسیار توانا بود. دکتر نادری در مراسم یادبود زنده‌یاد مرکب میرزاخانی سخن میگفت، اظهار داشت در کهکشان راه شیری هر سال ستاره های خورشید مانند به وجود می آید، از میان می روند ولی هر قرن یک بار ستاره هایی هستند بسیار حجیمتر و فرمورتر از خورشید که عمر کوتاهی دارند. و خانم دکتر مریم میرزاخانی را به مسابه یکی از این ستاره های درخشان نامی که در این قرن ظهور کرده. امروز با قاطعیت میتوان گفت که خود او نیز چون دکتر مریم میرزاخانی یکی از ستاره های درخشان خورشید مانندی بود که همه را به تحسین واداشت و نامش بر بلندای تاریخ علم باقی خواهد ماند و جوانان ایران او را سرمشق و سرمشق خود قرار خواهند داد. با آنکه ایران نتوانست از وجود گرانقدر علمی او بهره‌مند شود و آن را ارج نهد، او ایده کمک به ایران و ایرانی را بانه نهاد و به طرق مختلف برای به ثمر رساندن سعادت و کرامت انسان ایرانیان که از هدفهای والای امود بسیار کوشید. مرگ برای هیچ موجودی استثنا ندارد، کودک و زن و مرد و پیر و جوان نمی شناسد. مرگ انسان همراه خود او زاده می شود. به قول حکیم طوس فردوسی، هر آن کس که زاد او ز مادر بمرد، هر آن کس که زاد او ز مادر بمرد، ز دست اجل هیچ کس جان نبرد. و یا ز مادر همه مرد را زادیم، به ناچار گردن برا دادیم. دکتر نادری انسانی معنوی و مردآگاه بود. قدر تک تک لحظات زندگی را میدانست و میکوشید به رغم ناملایمات به بهترین بخشی از زندگی لذت ببرد و به چشمه آرامش درون متصل شود. او از زبان شاعر شهر خود شیراز شنیده بود که میگوید، غنیمتی شماره شمع وصل پروانه، غنیمتی شماره شمع وصل پروانه، که این ما من تا صبح در نخواهد ما. سرود مجلس جمشید گفتن این بود که جام باده بیاور که جمع نخواهد ما. و از حکیم طوس آموخته بود که جهان ماندگار است و ما رفتنی، به گیتی نماند به جز مردمی. به نام نکو، به نام نکو جد ببیرد لباز، مرا نام آید که تن مرد است. به یاد او به عنوان یک نماد از تلاش، اشتکار و اراده برای دستیابی به دانش و علم بی نهایت افتخار می کنیم و به میراث عظیمی که به جامعه جهانی ارائه داده است عرج می نهیم. کانون مهندس افتخار میزبانی دکتر نادری را
در جلسات ماهانه داشت و از حضور او به کردار داشت و از حضور او در دیدارهای نزدیک بهره برده و با شخصیت والا و انسانی او آشنا شده است. هیئت مدیره و هیئت امنای کانون مهندس در گذشت این دانشمند بزرگ را به همه ایرانیان، خانواده و دوستداران و همکاران و متصیت می‌گوید و خود را در این سوگ شریک می‌دانند. کانون هیئت مدیره 36 کانون مهندس و هیئت امنای کانون مهندس، تشکر از لطف و مهربانی و حسنی که بخواهد شما. گفتم ویدیو کلیپ هایی تهیه شده برای این برنامه که دوست عزیزمون خانم لوبت مکفول عضو بورد مهندس زحمت کشیدن و این ویدیو کلیپ ها رو تهیه کردن. ایشون همچنین برای مشارکت بیشتر زنان در رشته های مهندسی دارن فعالیت میکنن. متاسفه که ایشون از دست دادیم. از طرف دیگه من بسیار تبریک میگم به همه که به هر حال ما یک همچین شخصیتی رو به عنوان شخصیت ایرانی داشتیم. ما 4 تا ویدیو تهیه کردیم اینجا به همت دوستان، به کمک دوستان، و سعی کردیم که در واقع زندگی ایشون رو از زمانی که تو ایران بودن تا زمانی که به ناسا ملحق شدن و بعدا شروع کردن روی پروژه مارس کار کردن به صورت خیلی خلاصه نشون بدیم. ویدیوی اول ما بهش گفتیم از ایران تا مارس، نشون داده میشه که ایشون از ایران تشریف بردن آمریکا و به مارس، به ناسا ملحق شدن، شروع کردن کار کردن روی پروژه مارس. راستش من یادمه که تقریبا فکر کنم که آقای دکتر خیلی با من سن نداشتن، ولی من یادمه که از زمان بچگی این بحث همیشه توی خانواده ما بود که یه روزی بتونیم در واقع روی مارس پیاده بشیم. من موقع داشتم این ویدیو رو تهیه می‌کردم تمام اون دوران بچگی رو ریویو کردم. بله، اون ویدیوی اول این رو نشون میده. آقای دکتر نادری بسیار آدم پر انرژی بودن، حالا حداقل ویدیویی که من نگاه می‌کردم تا بتونم یه سری رو در واقع سلکت بکنم و نشون بدم بیشتر متوجه شدم ایشون بسیار آدم پر انرژی بودن و طبق سخنرانی که برای یه سری از بچه‌های دانشجو انجام میدن، آقای بچه‌ها رو به در واقع زندگی کردن تشویق می‌کنه. ویدیوی دوم نشون میده که ایشون در واقع چطور توضیح میدن به بچه‌های دانشجو که از زندگی لذت ببرن. از طرف دیگه آقای دکتر نادری بسیار آدم به قول انگلیسی زبان‌ها کرینگ بودن، انسان دوست بودن. ایشون ساپورت میکردن یه سری از بچه‌های بی‌سرپرست رو. ویدیوی سوم خیلی ویدیوی بازار به بحث که کلام انگلیسی می‌نازن هارت بریکینگ، ولی نشون میده که ایشون چقدر در واقع انسان دوست هستن و انسان‌ها براشون مهم بوده. در آخر ما یه ویدیویی که تهیه کردیم از در واقع پریزنتیشن ایشون برای کانون مهندس، به دعوت کانون مهندس ایشون یک پریزنتیشن برای همه گذاشتن که در واقع افتخار بزرگی بود برای همه ما و یک ویدیو 8 دقیقه‌ای هست. امیدوارم که به هر حال نشون بدیم که ایشون چه کارهایی در واقع توی ریسرچشون انجام داره. اگه بازم خیلی ممنون از همگی که اینجا هستین و امیدوارم که ویدیوها فقط بگم که اینا ادیت شده هست، ما هیچ کدوم خودمون رو تهیه نکردیم به جز اونی که مربوط به کانون مهندسه. و خیلی ممنون از همگی، مرسی از اینکه به من در واقع افتخار اینو دادین که در خدمتتون باشم. مرسی فرمودین. چیز مهمی که از بیشتر از فن از ایشون را یاد گرفتم 3 کلمه، شاید بگم 4 کلمه بود: curiosity، کنجکاوی، و creativity، خلاقیت، و caring. caring ایشون واقعا برای نه تنها علم و فن بود بلکه برای همه انسان های این کره بود، به خصوص هموطناش. و بعد پروداکتیویتی، که ما واقعا یه شانس داریم در به دنیا آمدن و موجودیت خودمون در این کره خاکی، و این خیلی مهمه که
از پتانسیل اون خوب استفاده کنید و پروداکتیو باشید. این پروداکتیویتی بسیار بسیار مهمه، چون این استعداد های ما بیشتر به عرض میره در طول زندگیمون بیراه زیاده. ولی اونایی که خوشبختانه realize it for potential، یعنی به یه جایگاهی برسن که از همه این پتانسیل ها و توانهای فردی و استعدادشون استفاده کنن، افراد خیلی نادری هستن. بهشون یکی از اونها و توصیهش این بود که همه باید دنبال اینکه یه زندگی پروداکتیو داشته باشید، چون شانس زنده بودن ما یک در چهار تریلیون هست که ما در خدمتون نشستیم. هر کدوم از ما برنده یه بلیت بخت آزمایی بسیار بسیار ارزنده و نادری هستیم که آنش خیلی کم و کوچیک بوده و از این فرصت باید استفاده کرد از هر لحظهش. و هم این پیام من بیشتر برای آینده نگری و جوان ها هست. منتها چون این ویدیو ممکنه پخش بشه و جوان های هستن که در خارج از ایران به دنیا آمده، ممکنه هنوز تسلط به زبان فارسی نداشته باشن و یا اینکه ما مدعوینی داشته باشیم و کسایی که از طریق زوم شرکت کردن در این جلسه ممکنه زبان فارسی ندونن غیر ایرانی باشن، این است که با اجازه و بقیه عوایزم رو با زبان انگلیسی ادامه میدم. یکی از گفته های شخص مشهوری مثل ویلیام جیمز که The greatest use of our life is to spend it for something that will outlast it. یکی ما این وقتمون رو صرف مواردی بکنیم که بعد از ما باقی بمونه، مثل همون گفته فارسی که گر نام نکویی بماند ز آدمی بهتر آمد سرای سرنگار. برحال من مقدماتا باید که تسلیت خودم رو از طرف کانون مهندس که من به افتخار خدمت و خدمتگذاری در این وقت بوده 33 ساله داشتم و واقعا عرض نتنید گروهی هست که در کانادا در حال من شاهدش بودم با این سجام دوام پیدا کرده و همچنین گروه و انجمن همیاران که با علوف تر و گذشت با همیاری و کمک باعث شده که ما رو دور هم جمع کنه، نه تنها امشب بلکه بعد چند موارد دیگه که مثلا کامیونیتی مطرح بوده همیاران دست کمک بلند شده. But firstly, I would like to express our deepest condolences to Dr. Nader, his family, friends, and the Iranian diaspora, and the whole global community. I had the privilege of meeting him and hosting Dr. Nader several times in Toronto and in San Diego and LA. Today I am honored to share with you our collective tribute and celebration of memories of his remarkable life. We have lost a brilliant scientist, an inventor, and a trailblazer who inspires so many young people to dream about limitless opportunities to grow with confidence and integrity. A true hero for our people in many respects. As most of you know, Dr. Nader was a former director of solar system exploration at NASA. During his 36 years career, he managed and supervised many projects, including the robotic solar system mission to Jupiter moon, which is known as Europa, in search of finding life under the thick ice sheet in there in Europa. This is one of the biggest challenges because he has to send a probe to break the ice and get under the ice hoping to find some sort of sign of life. So it's a monumental task. He also managed the Cassini orbiter at Saturn,
and the dawn spacecraft at the asteroid Vesta. But his most famous achievement was Mars exploration program for 5 years, which included the successful launch of Mars Odyssey and the landing of the Mars exploration rovers called Spirit and Opportunity. As an exemplary manager and deputy NASA director, Dr. Nader received NASA's highest award, the Distinguished Service Medal, for his outstanding contribution to space science and exploration. He had a unique ability to explain science in a way that everyone could understand. That's really needs a talent, which I don't have myself. He was passionate about space exploration and the search for life on other planets. Dr. Nadere was an amazing, well-balanced human for being so humble, kind, and generous with his time, as well as his in-depth space knowledge and other intellectual resources. Always supportive of charitable causes, including KCIS, known as Keep Children in a School, that provides tablets and other smart devices and software to expand literacy throughout Farsi-speaking countries, especially for children in underdeveloped regions of Iran, Afghanistan, and Tajikistan. He loved good Iranian food, of course, and Shiraz wine. I'm proud of Shiraz. And flowers. He was always happy to help others succeed by providing advice to young people and startup companies. He believed that our race may not survive on this planet in the long term, and that we need to become multi-planetary creatures. Once in his usual humorous way, he told us, if your mother calls you her moon and star, she's right, because our bodies are made from the same material found on the moon and other planets and the stars in the sky. So when we die, we go back to the origin of our existence and join the unifying source. It seems that he believed in a special scientific spirituality too. He talked to our community in Toronto, and we had the distinct pleasure of hosting him in several occasions in 2002, 2010, 2014, and 2021. Our last two contacts with him showed the depth of his conviction for professional ethics that we badly need these days, as everyone agrees. As he kindly accepted the invitation to make a Zoom presentation during COVID to talk about how we go to Mars and why. In my introduction of him before his speech on April 7, 2021, I said throughout Iranian history, there have been two distinguished scientists with their names on space bodies. Khayyam, with a moon crater named after him, and now there is asteroid 5551. He kindly responded by saying he was not in the same category with Khayyam, who had many important, significant, literary achievements. And for another invite last year, I talked about new information gathered by James Webb Space Telescope. He humbly declined by saying, I don't know enough of the newly acquired data to be able to do a professional presentation on that topic. Dr. Nader was a true, unselfish, and humble
role model for all humans who have succeeded to realize their own full potentials. At the same time, he never neglected his role and responsibility to serve humanity by promoting ideals of human rights and the spirit of giving. His legacy will live on through his remarkable contributions to science, engineering, and exploration. He will be deeply missed, but another asteroid will go around the sun for billions of years at his absence. Thank you, my friend. Rest in peace. We will cherish your memories and legacy forever. I want to close by a sentence from Mother Teresa. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. For sure, but Dr. Nadiri did that duty quite well. Thank you for your attention. دوستان گرامی به اطلاعات میرسونم برنامه هنوز ادامه داریم. ما سه ویدیو کلیپ خیلی مخصوص هستش که میخوام با شما عزیزان اگر تمام هوش و حولتون روی مقصد هست، از اون مدتی که طول میکشه 10 سال 15 سال 20 سال که طول میکشه به مقصد برسین، اون مقدار زیادی از زندگیتونه. باید از اون لذت ببرید. شما مسیر زندگی که در مقابلتون هست یک جاده صاف آسفالت شده نیست، پیچ و خم داره، بالا پایین داره، یه قسمتش خاکیه، یه قسمتش از لبل دره ممکنه بگذره و این نمک زندگیه، این چاشنی زندگی هست و باید ازش نه تنها ناراحت نشین از این پیچ و خم ها، باید ازش لذت ببرین. I have spent the past 10 years been fortunate enough to work with the NASA colleagues to look for life outside of the Earth. But it is nights like this, which I understand as noble as that pursuit is, it's even more noble to cultivate, to tend, to nurture the life on this planet. I want to tell you, if you indulge me for 1 minute, tell you a short story, should take a minute. I know a lady, a dear friend in Los Angeles, who wouldn't want me to mention her name, been battling cancer for the past 10 years. But rather than wallowing in self-pity, she decided that she wanted to help underprivileged people in south of Tehran. These are people in middle school who have a spectacular academic record, but cannot go to school because their parents cannot afford to send them to school. In some cases, they cannot afford to feed them. So gradually, she recruited some of us to sponsor a child. And now she has 200 kids. I have one, 12 years old. His name is Muhammad. So a couple of Nowruz ago, when my friend was going to Iran, I thought I would give something a little extra, you know, so that she can have, he can have, a new article of clothing, you know, for Nowruz. And then he sent me a picture, clutching a black shiny shoes, pair of shoes, to his chest, as though it was more dear than life, you know, to him. Sent me a note saying how he
thinks that I am his role model. And thank me for my generosity. Now, what he doesn't know is that I pray to God that I'm worthy of being his role model. So, thank you for all that you do. I don't know whether Muhammad will grow one day clutching the Nobel Prize rather than the pair of shoes that I help him buy. But whether it is the Nobel Prize or he just grows to be a decent human being, I think that's more important to me than anything I do for NASA. Thank you very much. Just a few brief slides on why do we go to Mars. So how, once we're launched, how do we get to Mars? The spacecraft is at the tip of the launch vehicle that you see on your right, and is basically composed of two components. One of them is a donut-shaped disc at the top. This is the cruise stage, which means after the launch vehicle has thrown you towards Mars, the spacecraft that makes sure that you stay on that yellow trajectory, that yellow orbit that we talked about before. So this is all verbal description. Now, what I want to show you is a 2-minute video that basically does everything that I talked about. The crew stage separated now, and the capsule is going to Martian atmosphere. It's about 3,000 degrees now. So with that in mind, I think I'm going to stop. مرسی. آقای دکتر نادری، من به عنوان یک ایرانی نام شما رو در کنار حافظ و سعدی شیراز در قلب خودم به عنوان یک انسان خادم بشریت حفظ خواهم کرد. سپاسگزار و درود فراوان به شما. خیلی ممنون. Let me also finish in Farsi then. Well, let me do it in English. Maybe it's easier. I'd like to thank you for your invitation. And I hope a little bit of what I said you found interesting and informative. And with that, I thank you.
مهندس هم تیر که گفتیم دانشکده فنی دانشگاه تهران رشته برق درس خوندم، دکترام رو در پاریس گرفتم و از سال 1987 حتی قبل از اینکه دکترام کامل کنم شروع به کار کردم در جی‌پی‌ای تا جنوری 2008 که حدود 20 سال نیم میشه. من قبل برای اینکه راجع فیروز حرف بزنم این آقا باید جی‌پی‌ای رو توضیح بدم که جی‌پی‌ای چطور بود و چطور نقش فیروز در عوض کردن کالچر رو که دانشمند من اینجا فیروز کسی نبود که مثلا مثل سینیور سایترسه تحقیقه چیز بکنه، بسیار نادر عمیق و وسیعی داشت، ولی مهمترین چیزش مهمترین کانتریبیوشنش همون منیجمنتش بود. و من وقتی که فیروز شناختم اون موقع در یک پروژه بود اسم اوریجین که پروژه زیاد بزرگی نبود، فیروز منیجرش بود و خودم شنیدم که تو صحبت و میتینگ ها منیجرهای دیگه با شگفتی از فیروز نبگردی چطور این تمام مایلستون ها رو دونه بدونه میکش گفتم، ولی میدونی چیه تو ایران مربوط رو خیلی دوست دارم، من خدا هر موقع که میرم ایران میگم جی‌پی‌ای، میگن جی‌پی‌ای کجاست، میگم همونجور که فیروز نبگردی، میگن آها حالا فردن کجاست و با یه عشقی چیز میکرد. من در اون دسته در نگاه فیروز یک قمی رو دیدم. بنده میخوام عرایزم رو با عرض تشکر و سپاس از کامران مهندس که بیش از 34 سال است که در این شهر خدمتگزار جامعه ایرانی است و همینطور گروه همیاران که الان حدود یک سال نیست که در خدمت جامعه ایرانی هستند و انواع و اقسام گوناگون و من جمله این برنامه به همت هر دو گروه تشکیل شده. در مورد زنده یاد دکتر فیروز نادری صحبت‌های تحقیقی شده امروز و در جاهای دیگر، بنده میخوام فقط به طور خلاصه عرض کنم که همانطوری که در سخنانان قبلی هم توضیح دادم و دوستمون از همکارشون از امریکا از طریق زون آیدی فنجانی بسیار سخنان مبسوطی در مورد زندگی ایشون بیان کردن، ایشون بعد از اتمام تحصیلات دبیرستانی در ایران عازم امریکا میشن و در رشته مهندسی برق تحصیل میکنن و بعد از اخذ درجه دکترا به ایران برمیگردن در سال 1976. در امریکا ایشون همونطور که ملاحظه فرمودید در جی‌پی‌ای که یک بخش مهمی از سازمان ناسا هست مشغول به کار میشن به عنوان مهندس سیستم و مراتب پیشرفت علمی و همینطور مدیریتی رو به طور پیوسته ادامه میدن تا نهایتاً قبل از بعد از 36 سال خدمت وقتی بازنشسته میشن یکی از مدیران جی‌پی‌ای بودن، جت پروپولشن لبارتوری، یکی از تشکیلات بسیار بزرگ سازمان ناسا در امریکا هست. ایشون خدماتشون بسیار شایسته است، بسیار شاخص است، ولی اون چیزی که در ویدیوها ملاحظه فرمودید، در صحبت‌های قبلی ملاحظه فرمودید، نشاندن سفینه فضایی روئر در کره مریخ است که به عنوان اولین اقدام سازمان ناسا بعد از دو سه شکستی که سازمان ناسا باش مواجه شد و جدیدا شنیدید که گفتن در یکی از اونها 1.2 میلیارد دلار در واقع سرمایه گذاری به هدر رفت، ولی دکتر نادری تونست این پروژه را زنده کنه و اولین بار یک ماشینی رو در روی کره مریخ به زمین بنشونه. این یکی از افتخارات ایشان هست و افتخارات علمی جهان در واقع به همین ترتیب میتونیم ادعا بکنیم. دکتر نادری علاوه اینکه دانشمندی برجسته بود مدیر بسیار توانایی بود و علاوه بر خدمات علمی که به جهان علم به جهان دانش ایشان انجام داد فردی بسیار انسان دوست و ایران دوست بود. نهایت ایران دوستی ایشان رو شما در صحبت‌های قبلی شنیدید، به خصوص جناب دکتر مهاجر اشاره کردن که چندین بار ایشان در همین شهر تورنتو حضور به هم رساندن در جشن تیرگان انجمن مهندسین سخنرانی کردن و در یک برنامه‌ای که به همت سرکار خانم مهاجر و همینطور دکتر مهاجر و خانم تینا تهرانچیان برای جمع‌آوری کمک مالی به دانشنامه ایرانیکا انجام شد در این شهر ایشون تشریف آوردن، بنده هم در خدمتشون بودم
و چقدر زحمت کشیدم فقط برای کمک بسیار کسب یا جمع‌آوری کمک مالی به دانشنامه ایرانی کنم. و این باز یکی از نمونه‌هایی است که شما چقدر ایران دوست بودم و به فکر ایران بودم و داشتن فرزندی در ایران، فرزند خوانده در ایران هم در ویدیو شنیدید و دیدید گویای خیلی نکات در مورد شخصیت برجسته این انسان بالاست. سلام. گفتم که چرا رفتی و تدبیر نه این بود، گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود. گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود، گفتا که نبود مسئولیت دوست در این بود. در پنجم فروردین 1325 در خانه باب مانند بزرگ در شهر شیراز واقع در خیابان فردوسی کنونی از پدر و مادری از ایل بزرگ قشقایی از طایفه درشوری کودکی چشم به جهان گشود که در زمان ما دانشمندی بزرگ و جهانگیر شد. به یکی از برجست جهانگیری منظورم که دانشمندیه که واقعا جهان را گرفت. به یکی از برجسته ترین دانشمندان فضایی در آمریکا گردید. فیروز کلاس ابتدایی را در درستان نمونه شیراز و تا کلاس هفتمش هم در دبیرستان شاپور شیراز که یکی از بهترین دبیرستان‌های ایران بود در قدیم مثل کالج در اونجا به پایان رسید و از کلاس هفتم به تهران رفت. اگر خاطر باشه اینجا از پدرش یاد کرد که وضعش خیلی خوب بود، واقعا وضعشون خیلی خوب بود. اون خانه که در شیراز زندگی میکرد انقدر بزرگ بود که دومین استخر ایران به بزرگی در منظرشون، چون در اون زمان بزرگترین استخر المپیکی ایران فقط در شیراز در ورزشگاه حافظیه بود، بعد از اون در منزل اینا این استخر بود که خیلی ها را اونجا میرفتن نشون میدن. وضعشون خوب بود اما متاسفانه از لحاظ عاطفی همون هنوز دبیرستان امید کلاس هفتم دوره ابتدایی تمام نکرده بود، پدر و مادرش برای همیشه از هم جدا شد و فیروز همیشه با پدر بود، یعنی با پدرش زندگی میکرد. کلاس هفتم همینطوری که از کلان در نسته شاپور شیراز که یکی از بهترین مدارس متوسطه بود گذران و از کلاس هشتم بنابرای دستور و درخواست پدرش عازم تهران در مدرسه ایتالیا همونطوری که ملاحظه فرمودید در اونجا در شبانه روزی در 18 سالگی دیپلم خودش رو گرفت، از همان مدرسه گرفت. همونطوری که عرض کردم متاسفانه در این مدت مادرش جدا شده بود، یعنی قبل از این مدرسه و در حقیقت بدون مادر همیشه زندگی میکرد. هنوز به مجردی که دیپلمش گرفت بنام به درخواست پدر عازم لندن شد، حدود 3 ماه در لندن موند و از آنجا عازم آمریکا شد، چون خواهر بزرگتر از خودش، تنها خواهر بزرگتر از خودش در آمریکا بود. داستان رفتن آمریکاش خیلی جالبه که من حضورتون رو عرض کنم، خود دکتر فیروز برای این اندازه تعریف کرد. ایشون وقتی که عازم آمریکا شد به تنها موقعی که خارج رفته بود همون 3 ماهی بود که بعد از دیپلمش رفته بود به لندن، منتظر بود که خارج در فرودگاه پذیراش باشه. متاسفانه هرچه اونجا انتظار کشید نبود خارج. پول بسیار کمی همراهش بود. اون زمانه هم که ایشون رفت آمریکا کارت و این چیزایی موجود نبود که بخواد کارت کردیتی و این برنامه‌ها بخواد با خودش باشه. بالاخره میره در یک مسافرخانه‌ای پیدا می‌کنه، اونجا جان می‌افته. خواهرش بعد از 1 هفته جستجو میاد پیداش میکنه. ایشون جای این شنبه که با بودن این در فرودگاه شنبه دیگه رفتش بله. این از شیرازی هست، از مثال یکی بزنم ولی این برای شیرازه در میانن، شیرازه خیلی آدم های فعال و دینامیک. دیروز همونطوری که گفتن لیسانس برق را، یعنی مهندسی برق را از دانشگاه دیگه گرفت. تا اون موقع تمام خرج، چون اون موقع درسته که خیلی کم بود، 2000-3000 دلار
شهریه بیشتر نبودن سال پدرش با جاندل پرداخت، ولی دیگه شخصا از وقتی که لیسانسش گرفت دیگه کمکای پدرم قبول نکرد. دو سال در آمریکا کار کرد و بعد رفت به همون دانشگاه در یو اس سی و در دانشگاه یو اس سی دکتراش دکترای برق و فوق لیسان و دکترای برق رو گرفت که بعد از گرفتن در وان سی برق در تأثیر دیجیتال در مخابرات دکتراش گرفت. در سال 1975 دکتراش رو گرفت. همونطوری که جناب آقای دکتر مریدی فرمودن، ایشون به علت عشق بر وطن و اون موقع هممون عشق داشتیم که هر جا بودیم برگردیم به وطن، ایشون عازم ایران شد، به سربازی رفت. در دوران سربازی آنهایی که تحصیل کرده بودن هم کدوم به مؤسسات اینا را میفرستادن. ایشون در سازمان رادیو تلویزیون ایران در سازمان سنجش مشغول به کار شد که مدیر فنی اونجا بود. متاسفانه در اون سالی اون آقایی که قطب‌زاده که رئیس ارشد سازمان بود روزی میترسه دنبال فیروز، به فیروز در اتاق ایشون تا میره در اونجا ازش میگه چند دوزیدی از این پروژه. فیروز برمیگرده میگه بله، میگه ببخشید گفتم چند دوزدیدن. فیروز از اونجا که در میان تصمیم میگیره در 1979 متاسفانه ترک وطن میکنه. اون یکی که این همزد دو سال بعد به دست همون را کشته شد، ولی فیروز جاودانه شد، برش دست میکنه. از عمر پربار 77 سالش مجموعاً 21 سال در ایران بوده تا 18 سالگی و چند سالم بعد از اون که عرض کردم دکترا گرفت رفت در ایران. دکتر فیروز قبل از این که مهندسی برداشت شروع کنند دلش میخواست آرشیتکت بشه. خیلی به آرشیتکت جناب مهندس محقق هم اینجا اشاره فرمودن، هنرشناس بود. و اگر شما منزل ایشون رو در آمریکا میبینید یک موزه بزرگ هواشناسی و آرشیتکت بی اندازه به تابلوهای هنرمندان ایران نقاشی دوست داشت که مزین خونش همش به تابلوهای هنرمندان ایرانی. بیش از 36 سال مستحضر که در ناسا کار کرد تا لحظه آخر عمرش هم به عنوان مستشار عالی کار میکرد. از سال 1996 فیروز مدیریت منشأ حیات ناسا را به عهده داشت. در سال 2016 که به افتخار بازنشستگی نائل شد ایشون هیچ نمیدانست، تجلیلی کرد ناسا ازش. وقتی که در اونجا رفت اونجا بود که اون سیارک را که سیاره کوچکی از منظومه شمسی که حدود 10,000 هکتار خودش من شنیدم بگو همه سرتشه و این سیاره را به افتخارش گذاشتم به نام سیاره نادری و همیشه یک نویدی میداد میگو مطمئن باشید که هیچ وقت این سیاره به زمین نخواهد خورد. یکی از کارهای بزرگ و با معرفتی که واقعا انجام داد زمانی که آقای فرهادی هنرمند وطنمون کارگردان مشهور جایزه نوبل گرفت در زمان جایزه اسکار، خیلی عذر میخوام، تشکر میکنم تصیب پیری از تو هزار ای به شریف باری داشت عرض شمد بزرگتون جایزه اسکار گرفت به آقای فرهادی ویزا ندادن دو امریکا بنام. میدونید کی رفت جایزه ویزا از سرکشون گرفت؟ آقای نادری و خانم منوشه یعنی. یعنید چقدر واقعا شخصیت به سیبه بگیره چقدر جالب و عالی بود. آخرین سمتش هم که عرض کردم در ناسا مدیر اکتشافات منطقه شمسی بود و تا لحظه عمرش هم مشاور. چند نکته دیگر عرض بکنم و سخنم خاطر بدم. فیروز آشپز بسیار خوبی بود، غذای ایرانی رو خوب دوست داشت و به علت مادر نداشتن خودش غذا خیلی خوب میباخت، همیشه خیلی خوب طبق میکرد. با همه گرفتاری های شغلی که داشت اگر سوالی هر کسی ازش میکرد با جان و دل جواب میداد تا اونجایی که یعنی دانش میداد، مخصوصا اگر تیپ جوان ازش سوال میکرد. بی اندازه به فارغ التحصیلان دانشکده فنی مخصوصا شریف ارادت داشت. یکی دو سه تا ویدیو اصلا صحبت کرده که موجود اصلا الان در یوتیوب و اینا. اینا همیشه میگو همه اینا نابغه هم. همه اینا یکی از یک بهتر.
ازش بارها سوال کردن آیا شما ایرانی هستی یا آمریکایی، با وجودی که عرض کردم از 77 سالش 22 سالش در ایران و بیشترش در آمریکا بود، مثالی که خودش زد گفت من مثل یک تخم مرغ نیمرو هستم که شما وقتی میخواین درست کنین تخم مرغ میشکنین داخل چی زردش رو میزنین با سفیده قدیم نمیتونین بفهمی کدوم میشه. اگه یه لقمه برداری هم سفیده توش هم من آمریکا و محل ترقی من ایران خانمه. ببینید چه حرف زده، چه حرف بزنید. هر شبه حضورتون دیگه بناخش بینید یکیش یا رو گرفته پنچه میگه حالا آخرش بهتون عرض کنم که فیروز نادری افتخار همه ما ایرانیان بود. فیروز نادری برای ما قهرمان ملی بود. فیروز الگویی برای بسیاری از جوانا بود. مردی بزرگ، صادق، خوشفکر، خلاق، پرتلاش بود. دلسوز ایران بود. مدافع حقوق زنان و مردان ایرانی. کسی که تحسین مردم جهان را نسبت به ایرانیان برانگیخت. دانشمندی که بسیاری از کشورها آرزو می‌کردند کاش شهروند ما بود. روحش شاد، نامش جاودان و یادش برای همیشه گرامی. سپاسگزارم. مشیر کردیم و از زندگی ایشون آموختیم. چیزی که من خودم از امشب میبرم و آموختم این بود که دکتر نادری زندگی خیلی راحتی نداشت، کودکی سختی داشت و دوران بسیار مشکلی رو با تلاش و پوشش فراوان سپری کرد و به این درجات علمی رسید. ولی تمام این مهنت‌ها رو پشتوانه کاری کرد که انجام داد و کار بزرگی بود و هرگز فراموش نکرد که همه اینها برای انسانه و کرامت انسانی و این چیزی که واقعا نادره در جهان علمی و در دنیایی که افراد مشهور میشن و به درجات بالایی میرسن. با سپاس از حضورتون و تمام دوستانی که کمک کردن که این برنامه برگزار بشه، متشکر از همگی. شب بخیر. از همکاریتون و همراهیتون، از شما سروران عزیز، امیدوارم که لحظاتی ما مجدداً الهام گرفته باشیم از این همه تلاش یک انسان که اصلا تلاش کرده و به جایی رسیده و به دنیای خودش، به مردم خودش، به کشور خودش بازگردونده علمش رو، دانشش رو و محبتش رو. من همونطور که خانم شجاع گفتم، من آن چیزی که برداشت میکنم فیلم هم که ما این جلسات تمام بکنیم با دو چیز: یک، این که شخصیت دکتر نادری الهام بخش بسیاری از ایرانیان و همونطور که در ابتدای صحبت گفتم جوانان ایرانی بود و این انتظار داشته باشیم که ادامه خواهد داشت. نادری ها خواهند آمد، فراوان و آنها الهام بخش ایرانیان دیگری خواهند بود. این یک. دو، این که اجازه بدید برای بزرگداشت زندگیشون بلند شیم، همگی دست بزنیم برای ایران.